درود ویژه دارم خدمت همه شما عزیزان دوستان گرامی یاران عزیز که برنامه رو دنبال میکنن همچنین دشمنان گرامی تر که خیلی قشنگ برنامه رو دنبال میکنن تفسیر میکنن تحلیل میکنن دمتون گرم امروز برنامه های من بیشتر حول و جریانات پانکوردیسمه و در ارتباط باشون میخوام صحبت کنم من فیلمی رو دیدم که دو دختر پانکورد واقعا دلم واقعا سوخت که اینها رو ارتش ترکیه گرفته بود و واقعا به شکل بسیار وحشیانه ای اعدام صحرایی میکنه فیلمو که نمیتونم براتون نشون بدم ولی تصویری از این دو دختر رو که لحظات آخر زندگیشونه رو براتون دارم نمایش میدم که اون دختری که اون بالا هست ارتش ترکیه با یک وحشیگری اینو پرت میکنه پایین و این دخترم مستقیما تیر بر سرش میزنن که واقعا انسان خیلی بر هم میریزه اما من همیشه یاد گرفتم فیلمی رو که میبینم یا تصویری رو که میبینم برعکس عوام سری جریه دار نشه احساساتم با اینکه انسان هستیم و هر کسی بزرگترین دشمنانمون هم اینجوری بخوان کشته بشن انسان تحت تاثیر قرار میگیره اما ما کارمون اینجا پژوهشه برای همینم نام برنامهمون رو دست هست و از اون منظری که ما نگاه میکنیم که به خودمون میگیم رو دست و بایستی مسئله رو دقیق بررسی کنیم امیدوارم که همه چی عالی باشه دیگه دوستان یکی دو بار کامنت در توییچ بدن خیال من راحت شه که بریم تا ته برنامه من وقتی ویدیو رو نگاه کردم اولین سوالی که از خودم پرسیدم مردان اینها کجان چرا ارتش ترکیه وقتی که تونسته یک مقری رو بگیره فقط دختران روستایی واقعا آدم دلش براشون میسوزه این دختران جوان روستایی کرد اونجا هستن و گیر این ارتش ترکیه میفتند و اینها چه کردن که ارتش ترکیه اینگونه با قصاوت با خشم با بیرحمی تمام اینها رو میکشه در حالی که خیلی از عزیزانی که اگه پاشون رسیده باشه ترکیه میدونن مردم ترک تبار ترکیه واقعا انسانهای خوبی هستند من نمیخوام بگم یک وقتی خدایی نکرده مردم کرد بدن یا خوبن نه ولی شور چون مخشوی های زیادی در خطه های کردنشین انجام شده در ظرف این صد سال گذشته از مردم کردنشین یک افراد عجیب و غریبی امروز درست کرده منتها اولین پرسش من این بود مردان این جریان پان کجا هستن چرا اینا دخترانشون اونجا گیر دو تا مثلا چند تا ارتشی ترکیه افتادن که اینگونه واقعا با قصاوت با خش با دیگه ته داستان بیرحمی است اینجوری شما اینا رو اعدام انقلابی بکنید دوست عزیز زنگ نزنید خواهشن و خب آدم حالش بد میشه خیلی حالش بد میشه این صحنه رو می من برای همین رفتم پیگیر شدم ببینم که داستان دقیقا چی خواه از سالهای پیش بیشتر این می‌دونستم میدونستم اولا چرا دختران پانکورد و ارتش ترکیه تونست بگیره به خاطر اینکه باید بدونید که احزابی مثل پکاکا مثل پژاک اینها اجازه بدید ببخشید من تو برنامه هستم دوست عزیز بعد زنگ میزنم خب بعد مذارت میخوام دوستان پوزش میخوام و یه تلفن مهمی بود <applause> و مسئله که وجود داره اینها رو به زور این دخترها رو در احزاب پکاکا یا مثلا این جریاناتی که کردهای سوریه که بیشتر طرفدار اوجالان هستن اینها رو به زور وارد میکنن به خاطر که خانواده که پسر ندارن دخترانشون رو به زور وارد این احزاب میکنن حالا در مراحل بعدی مدل های مختلفی داره جذب این دختران و زنان خب اینها رو به وارد این احزاب میکنن و بعد از سوء استفاده های جنسی فراوان که رهبران پانکورد روی اینها انجام میدن و انواع و اقسام سوء استفاده های جنسی که بارها خود زنان پانکورد اومدن اینا رو افشاگری کردن آخریش هم این دو سال پیش بود که تعدادی از زنان حزب دموکرات اومدن گفتن آقا توی پایگاه های ما فرماندهان مرد ما به ما تجاوز کردن و اینها اتفاقاتی بوده که دیدی بعد از این همه تجاوزاتی که میشه موقعی که یک جای اینا درگیری براشون پیش میاد مثل حالا ارتش ترکیه که دیگه به قول معروف اینها جای صفر این بار پوزش میخوام ادرار کردن و ارتش ترکیه هم حسابی محکم وایستاد سر این داستان به دلایل متعدد هم محکم وایستاد که در برنامه در این حوزه توافق آقای اردوغان و پوتین ارائه خواهم داد که چرا کار اردوغان درست بود که محکم ایستاد، اینها موقعی که پا به فرار میزنن چون دم از غیرت هم میزنن این آقاین آقای پانکورد دیگه خیلی دم از غیرت میزنن که اوج بی غیرت ها هستن یک پرانتز باز کنم چون موضوع بعدی برنامه من خواهد بود حالا در یوتیوب احتمالاً جلوتر منتشر بشه که سه شب پیش یکی از این پانکوردا به من حمله کرده بود به خاطری که بتونه به من حمله کنه دو ساعت کمین من وایستده بود زن بیچارش هم با خودش نگه داشت و اگه غیرت داشتی مرتی که پانکورد تنبان گشاد این گونه زن خودتو علاف نمی کردی کمین نمی کردی. تو سرمایه ونکوور منتظر من باشی که حالا توی موضوع خودش سار یعنی اوج بی ته ته بی غیرت ها این جریانات پان کردن نگاه نکنید دم از غیرت میزن شما اگه غیرت داشتید زناتون رو جلوی صف مبارزه نمیذاشید در مبارزات کوبانی در برابر داعش دیدید اینا همه زناشون حالا چرا زناشون هم بهتون خواهم گفت امروز ریشه یابی میکنیم که چرا شما همش تصویر دختران پانکورد رو میبینید امروز یه خورده صحبتهایی رو میکنم که قبلا نکردم خب اینها دختران رو که بهشون تجاوز میکنن انواع اقسام سوء استفاده جنسی رو میکنن موقع پا به فرار گذاشتن همیشه این دختران رو میگن شما وایسی تا تهش مبارزه بکنید که وقت بخرید برای فرماندهان و این آقایین خوش مرد پانکورد احزاب تروریستی که بتونن فرار کنن و این دختره بیچاره دست ارتش ترکیه اینجوری از بین میرن و نکته ای که وجود داشت حتی از این دخترها به عنوان مسائل انتحاری هم استفاده میکنن یه خود بریم یه خود ریشه یابی کنیم به جای این صحبتهایی که دارم الان روی سطح بحث میکنم یه خود بهش عمق بدیم عموما احزاب کردی که نم از جریانات ناسیونالیسم قومگرا میزنن اینها خیلی برای من جالب همانند مجاهدین خلق هستند که اینا خیلی دم از اسلام میزنن ولی روش هاشون روش های مارکسیستی و چپ سوسیالیستیه و احزاب کردی هم از این قاعده مستثنا نیستن اینها عموما چپ سوسیالیست هستن و دیدگاه های مارکسیستی دارن و صحبتشون اینه که زن باید مثلا به مقام والا برسه و این والا بودن زن و برعکس طبیعت واقعی زنان دارن مهندسی معکوس میکنن یعنی عکس این طبیعت زنان میان این زنان رو به زور آموزش های میلاتاریز و نظامی میدن و از این زنان اصلا میدین نظامی گری توی خوی زن نیست زن و مرد طبیعتشون نه دیگه دست من و شما نیست یک سری چیزا طبیعتشون متفاوته برخلاف طبیعت زنان میان به اینها آموزش های نظامی و تلاش میکنن اینها رو چهره های خشونت طلب نظامی بهشون یاد بدن و چهرهای خشونت طلب ازشون ایجاد بکنن که بتونن در فضای تبلیغاتی بهره برداری کنن میگن آی ببینید زنان ما اینطورین و در حوزه پروپاگاندای رسانه‌ای هم میان چیکار میکنن حسابی سر صدا میکنن خب من وقتی که داشتم بررسی میکردم خیلی از این دخترها که فکر میکنن با این کار دارن زنان و آزاد میکنن رفته رفته میفهمن که اسیر یک فرقه خطرناکی به نام جریان پانکوردیسم قرار گرفتن حالا همه احزاب مختلفشون که مثل سگ و گربن به جون هم میفتن در مسائل پایه‌ای همه یکیان هم. دعواهاشون سر لحاف ملای داخلی خودشونه یعنی متدی که از حزب دموکرات کردستان ایران بگی تا پژاک ایران تا پکاکای ترکیه تا جریانات هوادار اوجالان در سوریه البته اوجالان مال ترکیه است ولی خب کردهای سوریه خیلی طرفدارش هستن همه اینها متد آموزش هایی که به زنان بیچاره روستایی میدن یکیه و اینها رو آموزش هایی که بهشون میدن این زنان یا رفته رفته میفهمن که اسیر یک فرقه ای افتادن که فقط باید تا آخر عمر اینها مورد بهره برداری جنسی و غیره قرار بگیرن برای همین دو راه بیشتر بین خود راه خودشون نمینن یکی اینکه یا فرار کنن از این احزاب یا این یکی اینه که بتونن در عملیات های انتحاری شرکت کنن و بتونن زودتر به این زندگی واقعا ذلت خودشون و سخت خودشون پایان بدن برای چی آقای ترامپ به اینا میگه اگه پاش برسه اینا از داعش بدترن داعش حداقل انقدر نسبت به جریانت پانکورد غیرت داشت که اگر میخواست انتحاری بزنه مردانشون میرفتن انتحاری میزدن نه به مانند جریان بی قیرت پانکورد زنانشون آموزشه انتحاری بدن و موقع فرار رو جا بزنن بعد میگن ما کردها غیرت داریم کردها که معلومه کرد که چی همه ایرانیا غیرت دارن کردان بخشی از ایرانیا هستن ما چیزی اصلا به نام کرد تو ایران نداریم چیزی به نام ترک نداریم چیزی به نام گیلانی نداریم ما ملت واحد ایران داریم همه ایرانیا با غیرت هن. ولی اونایی که بحث از گرایی میکنن اوج بی غیرتان الان اینا بیا اینم نمونهش دختراتون رو گیر انداختید که ارتش ترکیه بیاد اینجوری بکشه حالا چرا ارتش ترکیه اینقدر با بیرحمی میکشه به خاطر اینکه عزیزان حداقل کردهای سوریه 440 کیلومتر مرز زمینی با ترکیه دارن و انقدر از این سربازان بیگناه ترک اومدن یواشکی سر بریدن و کشن این اتفاقات ما در ایران هم داریم یک حس تنفر بسیاری در بین سربازان ترکیه به وجود اومده زمانی که این دو تا دختر رو میگیرن دیگه فکر میکنن تمام عزیزانشون توسط این دو تا دختر کشته و به بدترین شکل و با قصاوت تمام این دو تا دختر واقعا دل آدم میسوزه یعنی من فیلم دیدم حالم بد شد اینا رو بالای کوه اونجوری اعدام صحرایی میکنن به خاطر جنایت هایی است که این جریانات تجزیه طلب داشتن خب پس اوج بی غیرتان حالا یک سری پرسش ما داریم اینها میگن نه ما زن رو به اوج آزادی رسونیم اما یک سری عکس ها من بهتون نشون بدم که بدونید این دخترها رو نگاه کنید تو رو خدا قیافه این دخترها رو نگاه کنید روستایی کامل بذارید عکسای بهتر نگاه کن این دخترها روستایی کامل تفلی اینا نگاه کن اینها رو به زور از خانواده هاشون به گونه های مختلف میگیرن یکی از کارهایی که احزاب پانکوردی هستن میکنن میان و دخترای کرد رو از خانواده هاشون میدوزن میبرن در کوه و اینها رو بزرگ میکنن و آموزش میدن و نگاه کنید چهره این دخترا رو یعنی واقعا آدم جیگرش کباب میشه به جایی که اینا باید الان مادر بشن یک فرزندی رو به دنیا بیارن که به درد جامعه بخوره اینها رو بردن تو کوه و جنگل قیافه رو نگاه کنید یعنی عکس های دخترای کرد سوریه به ویژه آدم نگاه میکنه نگاه کنید این صورت روستایی اینها واقعا چهره های معصومی هم دارن آدم دلش اینجا واقعا میسوزه اینها رو میارن و زندگیاشون از بین میبرن و این نگاه کنید دختر این دختر, رو. این دختر... ببخشید من نگاه کنم بله این دخترها رو نگاه کنید آخه از چهره که اینا مثلا شما میتونید آدم نظامی در بیارید اینها فقط هدف سرویسهی به زیر شکم رهبران پانکورد دارن من ببینم چقدر تعداد دوستان دارن نگاه میکنن اوکی بله بیاران دارن نگاه میکنن خیلی آدم ناراحت میشه این عکس رو میبینه حالا دوستان اینستاگرام که نمیتونن ببینن ولی اگر طریق سایت توییچ ببینید خب بهتر متوجه میشین حالا خب خیلی جیگرش کباب میشه واقعا این عکسای دخترایی که دارن نشستن به خصوص این دختر چه جوری داره به دوربین نگاه میکنه آخه اینا بچن یعنی دیگه اصلا بحث دختر نیست اینا دیگه کودکان دارن میارن بهشون اسلحه میدن به خاطر یک مش توهمات بهشون کارهای تروریستی یاد میدن اون وقت آقای مصطفی هجری در کشور اروپایی لب ساحل بره آفتاب بگیره عکسش هست دیگه لب ساحل داره آفتاب میگیره عشقشو میکنه این دخترای بیچاره رو زندگیاشونو نابود کردن این آقای اوجالان که مردی که الان زندان هم هست و اینجا شما میبینید دخترهای کردی که وایستادن و این زندگیه که برای این دخترهای محسوم درست کردن که آخرش هم مورد خشم ارتش ترکیه قرار بگیرن و اون به اون شکل خیلی فجیانه از بین برن و حتی عکسی دارم حالا باز نشون میدم مال بچه ها هستن دیگه اینا هم که کودکان حتی پسرا رو نگاه کنید از کودکی دارن بهشون نگاه کنید چهره این بچه ها رو به جای که اینا الان تو مهد کودکی باشن توی مدرسه ای باشن درسشون رو بخونن بازی های دوران کودکانه رو انجام بدن از بچگی بهشون اسلحه میدن خب طبیعی است که امروز وقتی که ما خیلی از این عزیزان کردو میبینیم رفتارهایی به مراتب بدتر از داعش دارن واقعا رفتارهای بدوی دارن رفتارهایی دارن مال قبل از ما قبل از تاریخ و مال قبل ما قبل از اینکه انسان به مسئله شهرنشینی برسه من خیلی از کردهای عزیزی رو که میبینم در کشورهای اروپایی اینها رفتارهای ما قبل شهرنشینی دارن به خاطر چی به خاطر که در زمان کودکی این تفلیا به جایی که برن مدرسه من در چند مرحله خب برخوردی که در ایران داشتم با های عزیز به خاطر فرار از ایران برخوردهایی که داشتم اینها به کودکانشون اجازه نمیدن که برن مدرسه و فارسی یاد بگیرن در روسه های کردنشین ایران اجازه نمیدن تلویزیون رو به زبان فارسی گوش کنن خب این بچه رو در یک عقب افتادگی و در یک حباب خیالی نگه میدارن و در این حباب اجازه تحصیل کردن و درس آموختن اینا رو به اینا نمیدن و کودکی که خواستن شما این کودک الان بزرگی بشه این کودک چی میخواد بشه؟ بچه بچگی بهش اصلاعی داری توی کوه و جنگل داری کار تروریستی بشه همینه ما امروز با خیلی از عزیزان واقعا کردمون که در اروپا برخورد میکنیم رفتارهاشون حتی می‌خوام خودشون هم خیلی نگه دارن رفتارهاشون مال ما قبل از اینه که انسان به شهرنشینی و انسان به معرفت چون هنوز تو دوران قارنشینی دارن چیز میکنن خب رقصشون اینا هم که نگاه میکنیم متاسفانه میبینید دیگه افتخار هم میکنن دور آتیش دور همدیگه به چرخن اینا خب اینا داستان هاییست است که برای خود دیگه بیدار شیم آقا تعصب روی جاهلیت که نمیشه که آدم مانوف بده رو جاهلیت بگه من مثلا فلانم اینا جاهلیت هست. حالا یه سری پرسش دارم اگر پکاکا یا احزاب کردی ادعا دارند که محیطی که دارن محیطی آزاد است برای زنان پرسش اینجاست که چرا دختران پانکورد آمار بالایی در فرار از کمپ های آموزش نظامی جهنیت تجزیه طلب دارن خیلی جالبه بدونید خیلی از این دختران پانکورد فرار میکنن از کمپ های آموزشی پرسش اینه چرا اینا فرار میکنن این آمار بالای فرار دخترانتون برای چیه مسئله من اینا رو یادداشت کردم که داشته باشین چرا خیلی از این زنان و این دخترانی که در احزاب شما نمیتوانن فرار کنند یا خودکشی میکنن اگه موفق به فرار نمیشن یا خودکشی میکنن یا در عملیات انتحاری شرکت میکنن یعنی این دخترانی که الان چهره هاشون یا یعنی این بچه ها اینها به مرحله مگه رسیدن اصلا این دختری که الان این اسلحه رو گرفته آیا اگه من بخوام باش با دو کلمه صحبت کنم این دست راست و چپش را در حوزه سیاست میدونه که رفته دست به اسلحه برده نه این معلومه اینا کودکن هستن اصلا دختر نیست اینا دخترانی هستن که زیر پانزه سالن بعضن اینها که دارای بلوغ فکری سیاسی نیستن چرا اینها انتخاب میکنن عملیات انتحاری برن خب اینا داستان هاییست که اینا به اینجاشون رسیده میگن یا دیگه نمیتونیم فرار کنیم یا خودکشی کنیم یا بریم در یک عملیات انتحاری خودمون رو راحت کنیم و اگر این احزاب ادعا دارن که این دختران آزاد هستن چرا دسترسی به اینترنت از این دختران شما احزاب کردی محروم کردید خیلی هم میدونن من این پرسش همه واقعا مگه نمیگید جمهوری اسلامی و غیره اینا اینا حکومت های دیکتاتوری اوکی چرا شما دسترسی رو به اعضای خودتون در این کمپ هایی ای که آموزش میدید دسترسی اینا رو به اینترنت شما جلوش گرفتید مثل مجاهدین خلق هم همین کاری کرده بودن دسترسی تمام اعضای مجاهدین به اینترنت تا همین سالهای پیش ممنوع کرده بودن الان یه سری از این پیرپاتالاشون که دیگه کارشون رسیده که شلوار خودشون رو خیس کنن در کمپ آلمانی گفتن بشینید که اونجا اکانت فیک درست کنید توی توییتر حالا بیاید هشتگ بزنید ترند کنید ته مبارزهشون شده آدم یاد فرقه مجاهدین خلق میفته دقیقا احزاب تروریستی پانکورد اینا احزابی فرقه ای هستند دارن بر متد فرقه حرکت میکنن پرسش اینه که این دختران اگه آقای اوجالان ادعا داره این دخترانی که پشت سرش وایستاده اینها در محیطی آزاد دارن رشد و نمو پیدا میکنن و با انتخاب خودشون دست به اسلحه بردن پرسش اینه که چرا شما اجازه نمیدین اینا رد حالا اینترنت که ای چی اجازه نمیدید رسانه های آزاد رو نگاه کن یا رسانه های دیگر رو جز رسانه جریان پانکوردیس رو نگاه کن اینا 5 تا تلویزیون دارن و این دختران فقط حق دارن در ساعتی معینی در پادگان هایی که خودشون توی کوه ها درست کردن در ساعتهای های معینی فقط اخبار حزب رو گوش کنن فقط اخبار حزبشون رو گوش کنن اجازه ندارن تلویزیون دیگر نگاه کنن بعد شما انتظار دارید اگر یکی از اینا رسید به کانادا یا رسید به اروپا از همین دختران از همین مردان رسید به این کشورهایی که خودشون میگن کشورهای جوامع باز و دنیای آزاد رفتاری نرمال داشته باشه نه وحشی میشه دیگه وقتی که شما تلویزیون دورش کردی این تفلی رو ببین ما اعتقاد داریم که آموزش بده وگرنه ما بحث نژادی نداریم همه نژادات حالا کردو که بخشی از ایرانی ها هستن مگه میشه به کرد جمعه از نظر نژادی اصلا ما به عرب هایی هم که به ما اومدن حمله کردن ما به نژاد عرب هم احترام میذاریم بحث ما نژادی اینجا نیست ما میگیم اگه نژاد پرستیم پرست به معنای پاسداری و حفاظت از نژاد خودمونه به معنای نژاد ستیزی نیستش که حالا چون عرب ها 1400 سال پیش اومدن دین افیونی خودشونو به مقالب کردن و این همه کشتار از ما کردن اینا حالا مثلاً ما بیایم با نژاد عرب مشکل پیدا کنیم نه امروز خیلی از این عرب های خود حتی عربستان سعودی هم میتونن بهترین دوستان ما باشن بحث ما آموزش بده اینها اومدن به این دختران و پسران کرد آموزش غلط دادن اینها رو اصلا آموزش ندادن اینها رو فقط بهشون خوی وحشیگری و انتقال دادن خب این الان داستانه وقتی شما جلوی رسانه اجازه هیچ رسانه هیچ روزنامه غیر هی روزنامه هایی که متعلق به این احزاب هست این بچه حق ندارن بخونن مسئله ای که حتی, حتی کتاب خیلی جالبه حتی کتاب ها رو هم اجازه ندارن کتابی غیر اولا که خوندن نوشتن بلد نیستن این هایی که در اعضای این دختره بیچاره که این روستایی اینا ها حتی خوندن نوشتن بلد نیستن اونایی هم که بلد هستن اجازه ندارن که بتونن کتابی غیر از کتاب های متعلق به حزب و مطالعه کنن همه چی اوکیه دیگه دوستان دستتون درد نکنه امروز میبینم که تعدادی خورده کمتر نسبت نمیشه خب ایراد نداره چند زودتر اومدیم و نکات دیگه ای که وجود داره از تمام ارتباطات اجتماعی این دختران رو محروم کردن این دختران تفلی پانکورد رو همه رو محروم کردن حتی بعضا پسرانشون اینا رو من همه رو یادداشت کردم که در اینجا براتون بگم و بستگان این دختران خیلی برای من غم که حتی خانواده ارتباط اینا رو از خانواده هاشون کاملا بایکوت کردن کاملا قطع کردن آدم یاد فرقه خطرناک مجاهدین خلق میفته که در کمپ اشرف بچه رو برده بودن اینا اجازه نمیدن اینا با پدر ارتباط داشته باشن تمامی ارتباطات احساسی این دخترانی که الان در سن 14 15 سالگی باید در کانون گرم خانواده باشن همه این ارتباطات احساسی رو از این دخترها گرفتن خب من میخوای شما با چه افرادی شما این کردایی که الان میبینید در کشورهای اروپایی یا در کانادا انتظار داری از این افرادی که این گونه بزرگ شدن چه رفتاری ببینید معلومه که اینقدر اینا حس تنفر دارن خوی وحشیگری دارن آموزش بده وگرنه اگر آموزش درست به خیلی از این دختره ای که الان دارید تو عکس میدیدید اگر داده میشه اینا موفق ترین انسان ها میتونستن باشن چون واقعا هم ذریب هوشی خیلی هم بالاست ولی وقتی که اینگونه گونه براشون محیط رو ایجاد کردن خب این تفریها یا به دست ارتش ترکیه اینا اونجوری از بین میرن یا نهایتا اگر عاقبت به خیر بشن از این احزاب هم بتونن فرار کنن پاشون هم برسه به کشورهای اروپا یا کانادا خوی وحشیگری خودشون رو حفظ میکنن بخاطر که آموزش غلط اینا گرفتن خب یه نکته دیگه ای که داره در احزاب پانکوردی اگه یکی از این دخترها مثلا برخلاف حرف فرماندهش یک مثلا تمرینی رو اشتباه رفته باشه اون تمرین رو مثلا نتونسته باشه خاص فرمانده خودش رو پیاده کرده باشه در جمع مجبور میکنن علیه خودش انتقاد کنه آدم یاد فرقه میگم مجاهدین خلق میفته پس از این داستان عملیات مرساد ایران که زد پدر و خار مادر این مجاهدین رو جلو چششون آورد که اینها چقدر پررو این مجاهدین هنوز که هنوزه میگن عملیات فروغ جاویدان آقا این اگه فروغ جاویدان بود که الان شما بعد از مهران رسیده بودید به تهران اینا یه شهری گرفته بودن مرزی میگفتن مهران و این شهر مهرانه که گرفته بودن میگفتن امروز مهران فردا تهران به حالا جلوی برنامه است وگرنه با انگشتم علامتی رو بهتون نشون میدونم که در این کشورهای اروپایی خیلی پرمعناست بفرما آره بیا فرما شما بور تهران فروغ جاویدان چی عملیات مرساد بود خار یکی که شما اگه فروغ جاویدان داشتید که الان تهران بودید خب اینها بعد از اون عملیات به قول خودشون فروغ جاویدانشون و در حقیقت عملیات مرساد اینها اومدن و اعضای خودشون میمونن جلوی آقای مسعود و مریم و علیه خودشون یعنی نمیمونن نقد کنن آقای فرمانده خاک بر سر تو چجوری تمام ما مجاهدین و چند هزار ما مجاهد و به یک خط کردی که قشنگ ما یک لغمه چرباد نرمی باشیم واسه یه هلیکوپتر سردار بزرگ ایران سیاد شیرازی به جایی که بیان فرماندهان رو نقد کنن آقا فرماندهان مجاهدین خلق دیگه خدا بودن دیگه آقا اینه پانکورد هم همینن اوجالان و مسئول بارزانی اینا رو خدا میکنن اینا که نمیتونن اشتباه کرده باشن اگر عملیات شکست خورده بابت خود سربازای صفر جریانات مجاهدین و جریانات پانکورده آقایون میومدن سربازای صفر مجاهدین خلق به خودشون فوش میدادن به خودشون حمله میکردن همین متدو <applause> پوزش میخوام واقعا به خاطر سرمو خوردگیم همین متد ما در احزاب پان میبینیم دخترا میان علی خودشون حمله میکنن به خودشون نقد میکنن به خودشون فوش میدن خودشونو در جمع تحقیر میکنن در برابر فرماندهانشون <applause> پوزش خب اینا نکات خیلی جالبی اولا این دختره که میپیوندن به این احزاب پان ازدواج که دیگه تموم ازدواج ندارن اینا کلا یک خوراکی میشن برای زیر شکم فرماندهان خودشون هر وقت فرمانده شبی باشه حالی نداشته باشن اینا این دخترها رو میان بهشون تجاوز میکنن ازدواج ندارن حتی اگر برخی از این دخترها قبل از اینکه بپیوندن به این احزاب پان اگه اگر بچه دار باشن یا اگر در این احزاب کردی در یکی از این مردای تجاوز که قرار میگیرن مثلا خب خیلی از فرماندهان با اینا میخوابن تا اینا بچه دار بشن که بتونن این بچه رو باید به صورت حزبی بزرگش کنن این دختر هیچ حقی نداره ارتباطی داشته باشه با اون بچه هیچ حقی نداره با اون بچه هیچ گونه ارتباطی داشته باشه و چه حالا قبل از اینکه وارد حزب شده باشه چه قبل از اینکه وارد حزب شده باشه ارتباطش با بچهش کاملا بایکوت میشه حق فرزندین ندارن و تمام حقوق اولیه این دختران در یک سری به قول خودشون سرزمین های آزاد در این احزا و در این پادگان های پیکاکا کاملا محرومن این دخترا و پرسش اینه آیا واقعا این آزادی است که آقای اوجالان و احزاب پانکوردی میگن ما به زنان دادیم و آیا این حقیقتی است که میان رسانه های غربی از این دختران فیلم میگیرن میان گزارش تهیه میکنم میگن دختران با غیرت کرد خانم گلشیفته فرهانی هم که دیگه به خاطری که بتونه به پست و مقامی در حوزه سینما در خارج از کشور برسه تن به هر خاری داد حتی در یک فیلمی با دو تا مرد همزمان اومد و رفتار سکسی داشت و اینا کاری نداریم به خوش مربوط دیگه تا سینه و تا باستن و همه چیز خودش هم به اون هیکل زیباش نشون داد دمش به ما مربوط نیست بحث اینه که همین خانم گلشیفته فرانی رو آوردن یک فیلمی درست کردن به نام دختران خورشید که نقش این دخترای بیچاره ای که آقایین پانکورد جاشون گذاشته بودن تو کوبانی رو بازی کرد خب آقا این چه خوش غیرتی است که شما دخترانتون رو دست سرباز ترک گذاشته که با اون شکل حالا این شما عموما این دخترا در جنگا که خب آدم مثلا چیز میکنه اسیر میگیره عموما سربازا خب تجاوز میکنن چه تنفری این سرباز ترکیه داره از این دخترا بدونی که به اینا تجاوزی حتی بکنه با یک خشم کاملا فراوانی اینها رو میان ترور میکنن به خاطر کارهای تروریستی است که شماها لم مرز کردید و خب حالا میشه عقده برای سرباز ترک سن این دوتا دختر بیچاره پیاده میشه اینا حقایقی است که ما باید بدونیم از واقعیت هایی که داره در احزاب کردی پیش میاد بالاخره این دخترهای کردی که در سوریه هستن در عراق هستن در ترکیه هستن در ایران هستن ببین اینا همه همتبا اینا اصلا ایرانی هن. قلب انسان از نظر ژنتیکی واقعا به ده حتی اگه ایرانی هم نباشن اینا حتی عرب باشن حتی اصلا کسانی باشن که 100 درجه با ما دشمنم باشن انسان هستیم قلب انسان درد میگیره که میبینه آقا زندگی اینا رو شما تباه کردید ولی من احساساتی هستم ولی اجازه نمیدم احساساتم از منطقم جلو بزنه وقتی که این فیلم رو دیدم تمام احساسات من برانگیخته شد ولی من ریشه یابی میکنم شماها اینقدر پس و وطن فروش و خائن حتی به مردم کرد نشین هستید دخترای مردم کرد رو ازشون میگیرید میبرید در کوه و جنگل موقع فرارم جا میذارید که براتون وقت بخرن و اینها رو میدید دست ارتش ترکیه و غیره یه نکته دیگه ای بگم خیلی برام جالب بودیدم بی بی سی داره گزارش پخش میکنه که آره مثلا ارتش ترکیه حمله کرده یه تعدادی از این تروریست های کشته شدن و در شهرهای کرد نشین سوریه من دیدم که مثلا دارن عزاداریشون داریشونو میکنن رفتن پوسترها و بنر درست کردن برای این به قول خودشون کشته های احزاب کردی و خانواده هاشون بنر درست کرده بودن من داشتن اتوان وقتی این صحنه دیدم میگم من از یک زابی دیگه اخبار رو نگاه میکنم خیلی من, من میگن آقا این اطلاعات تو کجا داری من مثل شما اخبار نگاه میکنم اخبار پابلیک نگاه میکنم من اجازه نمیدم که ذهن و تفکرم دست بی بی سی باشه من ازشون استخراج میکنم من وقتی این صحنه رو دیدم که گوینده داشت مثلا عزاداری میکرد برای این یا گزارش به صورت کاملا جانبدارانه در دفاع از این جنایت پانکورد بود وقتی که این گزارش رو دیدم دیدم که این مردمی ای که شما اینو دقت کنین از این به بعد مردمی که تو شهرهای کردنشین سوریه هستن دارن ازداری میکنن برای کشته های پانکردی که توسط ارتش ترکیه کشته شدن بنر درست کردن برای شهدای خودشون حالا نام شهدا میگن اینا برای کشته های پیشمرگه بنر درست یعنی تصاویرشون رو بنر زدن بنرهای بزرگ زدن دارن توی این راهپیمایی ازداری میبرن من برام یه سوال پیش اومد در همین کانادا شما بیا برو بنر بخواد درست کن یه بنر همون چیزی که این عزیزان بخشای کردنشین سوریه درست کردن آقا دو سه روز طول میکشه میست در کشورهای اسکاندیناوی حتی بیشتر بعد اینترنتی سفارش بدی این نشون میده پس آقای اردوغان به شهرهای ترکیه حمله نکرده زندگیتون تو جریانه داره به جنرات پانکورد حمله میکنه که تروریست هستن که شماها انقدر وقت دارید انقدر آسایش تو این زمینه تو شهرتون وجود داره که برید آقا اینا بنرش بکنید تصویر پیشمرگه ها رو حالا حتی پیشمرگه که اسمشونه در حقیقت مردانشون میتونیم حالا دخترها رو بگیم پیشمرگه مردان این جنرات احضاب کردی که پسمرگه و موشمرگن به خاطر که این دخترا رو جا گذاشن که ارتش ترکیه اونجوری اینا رو قتل عام کنه ولی خیلی برام جالب بود آقا شما به من بگید اگر ارتش ترکیه بمباران کرده شهرهای کرد خب چگونه هست در این شهرها اینا میان بنر درست میکنن آقا تو کشورهایی که الان جنگ نیست مثل این کانادا و همون سوئدی که من بودم همچین چیزایی نیستش که شما سریع بتونی بنر درست کنی چگونه است که بنر اینا درست کرده اینا نکاتیست که آدم میفهمه چه دروغهایی میگن چقدر دروغها در سطح گسترده است خب من این بخش برنامه رو میبندم سپاسگزارم که عزیزان توجه کردید ما مخالف تمام جنر تجزیه طلب هستیم چه پانتاتا تو این برنامه امروز هم من یه دفاعی دارم از یکی از کرد ایرانی که علیه جریان پانتورکیس چقدر قشنگ صحبت کرده که تو بخشش صحبت خواهم کرد ما بحثمون مسائل ریشه یابی میکنیم ما باید حقایق رو بدونیم شما نمیتونید بیاید بخشهایی از مردم و در صد سال گذشته مقدشون شستشو اما نگه که توی این صد سال این احضاب کردی در هر مقطع مزدوری یک کشور استعماری بودن خب حق دارن الان واقعا الان اردوغان حق داره واقعا وقتی که میبینید شما سربازای ترکیه اینا سر ما جنگ ایران عراق خودمون تجربه داشتیم داریم ما این عراقی ها خیلی من یه برنامه ساختم در دفاع از شهدای کردی که بیش از پنج هزار کردی که امروز تا الان کشته شدن انسان شریفی بودن که به دست احزاب پانکورد کشته شدن به جرم این که این کردها وطن پرست بودن و دفاع میکردن از ایران در همون جنگ ایران و عراق آقا شما چقدر از این کردهای بیگناه و سراشون رو بریدید بهشون میگن جاش آقایون خودشون خائنن به کردهایی که مثل آدم میخوان زندگی کنن وطن پرست هستن به این کردها میگن جاش بعد به این جرم جاش بودن اینها رو میان ترور میکنن به هر روی زمین چیزای شما مشخصه و رفتاراتون هم ما تو این کشورهای اروپایی و کانادا و غیره داریم میبینیم و واقعا توجیه نداره من متاسفم برای احزابی چون پانیرانی و خیلی از مقامات ایران که تو بخش خودش صحبت خواهم کرد با توجه به این همه تجارب تاریخی موازی بسیار اشتباه میگیرن یک حرف مسخره و کمیکی میزنن که البته یکی از شاعرای کرد اومد این بند خدا اینو گفت و گفتش که هر جا کرد است آنجا ایران است و اینو بستنش به یک ایران ستیزی چون ملا مصطفی بارزانی که با اسرائیل کار میکرد که الان همین بارزانی چیز برادر اونه و اومدن این دروخ ها رو مطرح کردن اینا و واقعا در حقیقت اینه که آقا هر جا کرد هست آنجا کشور استعماری است حالا امروز اسرائیل داره نقش استعماری خودش بازی میکنه کوردهایی که جنت پان کردی که سالها دارن کار میکنن در هر مقطع زبانی دستمال به دست یکی از این کشورهای استعماری بودن اینا رو ما باید توجه داشته باشیم و متاسفم برای پانیرانیسته که اینقدر احساساتی میان و حرفایی میزنن انسان شرمش میگیره واقعا ما با بودن اول اینه که شما این مکتب زیبای پانیرانیست رو درک بکنی سوادش رو داشته باشی چطور شما میتونید از جنرات حزبی پانکورد دفاع کنید به اسم اینکه همتوار ما آقا اینا مزخرفاته اینا واقعا مز... در دنیای واقعی بزرگترین مزد... یعنی الان شما حتی از عربستان سعودی و از کشور اسرائیل کسانی که اناد بیشتری با این آب و خاک دارن با ایران دارن با مردم منطقه دارن احزاب کردی هن. شما احزاب کردی رو نشناختی خیلی به من میگن تو چرا اینقدر گیر نمیدی به پانتورکا گیر میدی به پانکورتا به خاطر اینکه که جریان گوشت پانتورکیس اینها در حوزه تئوری دارن حرف میزنن و حرفاشون هم انقدر خنده داره حتی ما برنامه ساختیم ما با بارها علیه اینا برنامه ساختیم تو سرشون هم زدیم و در سرشان خواهیم زد تا اینا در چارچوب تئوری هن یعنی هر چقدر حرف بزنن نهایتا چارچوب تئوریه اما جریان پانکوردی ببینید واقعا اسلحه به دسته و در خطه آذربایجان چون همسر خودم آذری است ببینید ما انقدر آذری های وطن پرست داریم بیشمار متاسفانه در خطه کردستان ما کردهای وطن پرست زیادی داریم ولی از واژه بیشمار نمیتونم استفاده کنم شما حقایق کردستان رو خبر ندارید انقدر اینها رو مقصی حتی ما تو بین اعراب خوزستان کلی وطن پرست عرب داریم کلی وطن پرست عرب داریم عرب زبان منظورمه که اینها عاشق ایرانن ولی میخوایم نسبت بگیریم با جمعیت ما حتی در سیستان و بلوچستان وضعیتمون بهتر از بخش های در بخش های نشین اینا اسلحه به دست هستن یعنی دیگه اینا در حوزه تئوری نیستن اینا تروریستن و دیدید بیشتر ضربات ما تا امروز آقا من میپرسم چند تا از این پانتورکای احمق تا به امروز فرزندان ما رو کشتن در این چهل سال حداقل و چقدر ما در کردستان کشته دادیم تمام کشته ما حتی میخوام بگم یک مورد ما نداریم پانتورگا چون دست به اسلحه نیستن جریان خطرناکی نیستن چرا در حوزه تئوری خب خطرناکن باید همچنان تو سرشون زد نادر قاضی پورا رو همچنان باید مفتزه کرد جلوشون باید محکم وایساد ولی من احساس خطر جدی رو در بخشای کرد نشین میکنم ما با توجه به اینکه بخش های پان خیلی خوب دستشون رو شده برای جریانات سیاسی مختلف ما جریاناتی که استلاحن بهشون ملیگرها میگن ولی متاسفانه در حقیقت بیش از اون که ملیگرها باشن قربگرها هستن مثل جریان حزب پانیانیست که متاسفانه قربگراییش بیشتر از میهن پرستی و ایران پرستیشه که آدم ناراحت میشه چون یک معلمه بلی اینا همه داشتن به نام رزا دیبا به هر روی جنت پانتورکیس برای احزابی چون پانیرانیست اینا روشن شده ولی همین جنت به اصطلاح ملیگرایی که تحت تاثیر قرب گرایی هستن همشون مسئله واقعا خطرناک پانکوردیسم اصلا واژه پانکوردیسم و من در پنج سال گذشته در ادبیات سیاسی کشورمون جا انداختم برید نگاه کنید بزنید پانکوردیسم اگر قبل از من کسی گفته بود بیاید نشون بدید باورم بفرمایید اصلا این واژه واجه ای بود که ما در اتاق فکر برنامه رودست تولیدش کردیم خب این چقدر فاجعه است یک جریانی صد ساله داره خیانت میکنه داره جنایت میکنه داره تجاوز میکنه به خود مردم کردستان در وحله اول خیلی جالبه بیشترین کشتاری که تا به امروز احزاب کردی از مردم ایران گرفتن از همون خطه کردستانه فقط پنج هزار ما شهید کرد داریم که توسط احزاب کوردیز کشته شدن و بعد از این صد سال هنوز و... انقدر ما اینا رو نمیشناختیم که واجهی براشون نداشتیم که به اینا رو به کار ببریم نهایتا جمهوری اسلامی هم که با حماقت تمام به اینا میگه ضد انقلاب آقا همه اینا تماما ضد شاهن زمان شاه هم اصلا به دست بودن زمان انقلاب هم پشت خمینی بودن ابتدا کجا ضد انقلاب هی میگه آقا یک تعدادی با عناصر ضد انقلاب در چیزهای مرزی مثلا سپاه پاستانان رفته مثلا درگیر شده ما اینا پان واجه درست براشون نداشتیم و خوشبختانه ما در رودس این تولید واژه ها رو داریم و این واژه پان کوردیسم چنان تولید کردیم و چنان جا انداختیم که امروز همه میدونن و هر روی این بخش برنامه رو میبندم روان این دو دختری هم که این گونه توسط ارتش ترکیه کشته شدن شاد باشه انسان دلش می‌سوزه اینها قربانیانی هستند که قبل از اینکه قربانی ارتش ترکیه باشن قربانی فرقه های تجزیه طلب پانکردیست بودن و مسئول این جنایت ترکیه نیست در وحله اول مسئول این جنایتی که اینا ادامه سحرایی شدن رهبران و فرماندهان پانکردی هستند که با ایجاد تنفر باعث شدن سرباز ترکیه انقدر بیرحمانه به این دختران شلی کنه یکیشون رو که از کو پرد کرد که خیلی ناراحت کننده بود این بخش برنامه رو میمندم سباس که توجه کردید پاینده ایران بدرود